سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. در نخست سرخط اخبار. ادامه آن امارت را با انزوای سیاسی دراز مدت روبرو خواهد کرد. اختلاف ها بر سر تمدید و لغو معافیت سفر شماره از مقامات طالب. نگرانی ها از افزایش کودکان کارگر روی جاده. یونیسف 1 میلیون کودک را با تهدید گرسنگی مواجه خوانده است. و قطع جریان گاز به گونه کامل از سوی روسیه به اروپا. و این هم مشروع اخبار. من نیلوفر سروری هستم. تصمیم لغو یا تمدید معافیت سفر بر سر اعضای امارت اسلامی به روز دوشنبه اتخاذ خواهد شد. روسیه و چین از جمله کشورهایی است که خواهان تمدید معافیت سفر بر طالبان اند. اما آمریکا و کشورهای غربی خواهان متوقف نمودن دوباره سفرهای اعضای امارت اسلامی می باشند. نگرانی ها در پیوند به این موضوع بیشتر است و گفته می شود که اگر بالای سفر رهبران سیاسی طالبان دوباره تصمیم ممنوعیت آن اتخاذ گردد، امارت اسلامی با انزوای سیاسی دراز مدت روبرو خواهد شد. قرار بود شورای امنیت سازمان ملل بعد تاریخ 28 اسد تصمیم نهایی را در مورد معافیت سفر بر 13 مقام امارت ارائه نماید که زمان معافیت آن به پایان رسیده بود. تلویزیون تی‌آر‌تی جهانی به نقل از دیپلماتان شورای امنیت سازمان ملل نوشته که در نشست دیروز تنها چین و روسیه کشورهایی بودند که خواهان تمدید معافیت سفر طالبان گردید، اما آمریکا و برخی از کشورهای غربی دیگر خواهان متوقف ماندن سفر اعضای مهم امارت اسلامی بودند. شورای امنیت سازمان ملل در قسمت تمدید محدودیت سفر بر 13 مقام طالب ناکام گردید. در نشست روز جمعه روسیه و چین خواستند که اجازه سفر به مقام‌های طالب داده شود، در حالی که آمریکا و کشورهای غربی خواهان ادامه محدودیت بر این سفر بودند. دیپلماتان شورای امنیت سازمان ملل میگویند که اختلاف نظر میان نمایندگان کشورها دلیل بی‌نتیجه بودن بحث و نشست دیروز شد. آنان می‌افزایند که قرار است روی این موضوع تصمیم نهایی به روز دوشنبه اتخاذ گردد. آخرین فیصله در رابطه با محدودیت سفر شماری از مقامات طالب به روز دوشنبه آینده صورت خواهد گرفت و امکان می رود که محدودیت بر سفر این 13 مقام طالب تمدید گردد. نگرانی وجود دارد که اگر بالای رهبران طالب محدودیت سفر وضع گردد، امارت اسلامی در روابط و پیشرفت‌های سیاسی با جهان به عقب خواهد ماند. آگاهان امور می‌گویند که عدم احترام به حقوق زنان و مسدود ماندن مکاتب دخترانه از جمله فاکتورهایی است که نشان می‌دهد ممکن یک بار دیگر بالای رهبران امارت اسلامی محدودیت سفر وضع گردد. گمان اغلب داده ای چه بندیزونه با تمدید شی او که دهشی بندیزونه زیادم کرده شی پا طول پا مشرانو بانی زکر داغی شر داده شی ترسو حقوق ده خز و خونزی و دانی خوشی کرده شی اسلامی امارت پا مشرانو بانی بندیز باید ولا گوه شی و داده ناری ده اکثر و ممالک خواهش ده شی ده بندیز ده نه تنها تر دوهی پوریم نه ورکول کی گی بلکه داده مطلقا بند کرده شی و ده 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 نه تمدیدی گی زکر ده ده ناری سر مراوی ده او خبری پا خواستین است که امارت اسلامی به هدف پیشرفت سیاسی خواستهای مشروع جهانیان را بپذیرد و تمامی قوانین جهانی را عملی سازد که در قسمت بهبود رابط با کشورهای جهان قابل توجه است. زمانگ اسلامی امارت هم که امدغ اصل نپیروی و که چیده خپل داخلی قوانین و پاسنگ که لکه نور اسلامی و دو گنده دی بینونی قوانین نه هم مطابعت او که زفکر کنم چه دقا بندیزون زودترین فرصت حل سی او افغانستان هم بر رسمیت و پیزن سی. قابل یادآوری است که به هدف آغاز گفتگوهای صلح میان امارت اسلامی و آمریکا بر 13 مقام طالب اجازه سفر داده شده بود که هر بار برای 3 تا 6 ماه این اجازه تمدید می گردید.
تنها در کابل 60,000 کودک روی جاده کار میکنند. شبکه خبری آی بی سی به نقل از صندوق واجی کودکان سازمان ملل با یونیسف نوشته در جریان سال روان با آینده نزدیک با 1,000,000 کودک به دلیل گرسنگی با تهدید مرگ روبرو خواهند گردید. یونیسف این نگرانی را نیز ابراز داشته که امکان دارد امسال 38% کمک‌های جهانی با افغانستان کاهش یابد. ABC در رابطه با کودکان کارگر یک گزارش را به نشر سپرده که در یک بخش آن یافته های یونیسف را نیز پیش کرده است. ABC به نقل از یونیسف نوشته به شکل تخمینی تنها در کابل 60,000 کودک روی جاده ها کار می کند. در این گزارش گفته شده که در افغانستان بعد از تحول سیاسی به هزاران کودک به زور از خانه بیرون کشانده شده تا پول به دست دارند. یونیسف با گونه تخمینی این شمارش را پیشکش نموده که در جاده های کابل 60,000 کودک وجود دارد. هزاران تن دیگر نیز با آغاز حاکمیت طالبان از خانه هایشان با زور بیرون می گردند تا پول و غذا یافت نمایند. صندوق وجهی کودکان سازمان ملل گفته کودکان کارگر روی جاده به دلیل با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند که وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به خراب شدن قرار دارد. این شبکه خبری همچنان اظهارات یونیسف را نقل کرده که در سال روان و آینده کمک‌های جهانی با افغانستان کاهش خواهد یافت. یونیسف به این باور است که جامعه جهانی در سال آینده کمک‌های بشری و کمک‌های مرتبط خوراکی را 38% کاهش خواهد داد و در ماه‌های آینده این کمک‌ها 8% پایین می‌آید. این ریسک نیز وجود دارد که در سال روان 1.1 میلیون کودک با مرگ روبرو خواهد شد. یونیسف میگوید اگر کمک صورت نگیرد و در بخش بهترسازی این وضعیت از سوی جامعه جهانی مداخله نشود، این تصور و باور هم به حقیقت مبدل خواهد شد. یونیسف در حال تخمین های هشداردهنده را ارائه می کند که پیشگویی های سازمان ملل هم از قبل نشان داده که بیشتر از نیمه از افغان ها که به 23 میلیون تن می رسد با فقر روبرو است. آنچه که جهان در امر به رسمیت شناختن از طرف افغان ها خواسته است فرمایشات نه بلکه خواسته های افغان ها. آگاهان می گویند که حقوق بشر، حق کار، تعلیم زنان و فاصله گیری از تروریسم جهانی موارد است که طالبان برای آن در توافقنامه دوحه متحد بودن خود را نشان داده و در این بخش از سوی هیچ کشور مسئله فرمایش مطرح نشده است. تحلیلگران تاکید دارند برخی از مواردی را که جهان تقاضای آن را دارد در رشد و پیشرفت کشور مفید واقع می شود و کابل باید در بخش برسمیت شناختن با وضاحت دلایل را پیشکش نمایند. در مراسم بزرگداشت از 130 سال روز استرداد استقلال افغانستان سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که برخی از کشورها تلاش دارند تا خواسته ها و فرمایشات که منافع ملی افغانستان آن را ایجاب نمی نماید را برای افغان ها بپذیرد. ملا محمد یعقوب مجاهد می گوید آنچه که برخلاف منافع ملی و عقیده افغان ها باشد هیچ کس آن را برایشان تحمیل نمی توانند. بعضی هیوادون مجا و تاسدیت قانی که ترسو دوی حق غشتنی چه حقا زموج ملی گتی نه ایجابوی ارسر اومنو موږ د خپل عقیدې او خپل ملي ګټو په خلاف د هیچا اوامر فرمایشونه او غوښتنې نسو منلای. موږ تعامل غواړو، موږ د هیواد پرمختګ غواړو. تأمین حقوق بشری، کار زنان و تعلیم دختران و در کنار این فاصله گیری از تروریسم جهانی از جمله شرایطی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن نظام جدید افغانستان برای طالبان پیشکش کرده و در این بخش تاکید دارد. اما برخی به این خواسته ها اسم فرمایشات را دست و می افزایند که بدون تفاهم هر گونه خواست و فرمایش مداخله در امور داخلی افغانستان شمرده می شود.
کوم تعهد او معاهده چې سویل کې دوه هغه تمنګ هغه غوښتنه ویلای شو دا رښتیا فرمایشات دي فرمایش دته وي چې تا سره قبلي تفاهم نه یي دوه ته تفاهم نه سوی او لزان یو خبر کینو فرمایشات خو کله فرمایشات په وزن د خواهشاتو دي خواهشات کله پرو کیږي نه. اما تحلیلگران می گویند آنچه که جهان خواهان اوست در توافقنامه دوحه پذیرفته شده و طرف افغان به او متعهد بودن خود را نیز نشان داده و این خواستهای دنیا فرمایش نه بلکه خواسته ها و نیازهای اساسی مردم افغانستان است. اینا تعهدشان است در مورد چیزهایی که در اونجا خواسته شده از اینا. بنابراین مثلا فرمایش از هیچ سوی مطرح نیست. چیزهایی که مطرح شده در حقیقت خواست مردم افغانستان است، نه خواست یا فرمایش کدام کشور دیگر. مثلا بازگشایی مکاتب دختران، حق مساوی با مردان با زنان، آزادی رسانه ها، کار در پرتو قانون، اینا همگی خواست و نیاز مردم افغانستان است. باور این انسان چه که جهان از افغانستان خواسته است به نفع یا هم نیاز اساسی در بخش پیشرفت افغانستان شمرده می شود و برای اینکه جهان یک بار دیگر کابل را به رسمیت بشناسد باید در این بخش اقدامات و کار واضح را انجام دهد. بعضی چیزهایی است که افغانستان نیاز دارد برای ترقی خودش، مثلا تحصیل دخترها، مثلا ما دکتر زن داشته باشیم. بعضی چیزهایی است که کشورهای اسلامی هم امیدوار است که افغانستان داشته باشه، همین تحصیل، قطع روابط با تروریسم و امللی به خاطر که یک جنجال شده برای کشورهای اسلامی همچنان، و این چیزها را باید است که حکومت در کابل به وضاحت ترمیم کنه تا این شود که افغانستان شناخته شود و مشکلات دیگه اقتصادی افغانستان حل شود. تنها راه بیرون رفت از وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان برقراری روابط سالم با جهان شمرده می شود و برای رسیدن به این هدف باید در برخی از مسائل انعطاف نشان داده شود. اداره ملی غذا و ادویه و کمیته ملی المپیک دستاوردهای یک ساله خود را با ملت شریک کردند. رئیس اداره ملی غذا و ادویه میگوید در سال گذشته در بخش کیفیت و کنترل ادویه و غذا دستاوردهای چشمگیری داشتند و جلو واردات هزاران قلم ادویه بی کیفیت را گرفتند. همزمان با این کمیته ملی المپیک هم سال گذشته را مملو از دستاورد خوانده و افزوده که در این مدت نزدیک به 1000 رقابت را برانداخته و انجام شده است. اداره ملی غذا و ادویه و کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی دستاوردهای یک ساله خود را با ملت شریک کردند. رئیس اداره ملی غذا و دارو میگوید در جریان سال گذشته به هزاران قلم ادویه را به هدف کنترل و کیفیت در لابراتوارها تجزیه کرده که از میان آن به صدها قلم منفی و مسترد گردیده است. رئیس اداره یاد شده گفت سال گذشته نزدیک به 10 میلیون عواید را جمع آوری کرده اند. دوست شرکتونو تا مگه پداغه تیرو چو میاستو که جوازونو ورکردی دیست نوی شرکتونو دی چلور داخلی کارخانه یا فابریکی غویلو پارا مگه جوازونو دی کار ورکردی دی دست دی دو نیم سو پشاوخواه که دویم دب درنزویلو پارا جوازونو ورکول سوی دی دی دوگو جوازونو پتراج که دیر لسو نه تن فارماسیستانو تا دی کار زمینه برابر سوی او هغوی ته د مسؤلی فنی کارتونه توضیح سوی دی هغوی په دغو کارخانو و شرکتونو د پروشانو که کار کوي. عبدالباری عمر میگوید در سال گذشته برخی از شرکت های تولید غذا و ادویه را مورد بررسی قرار دادند. اداره یاد شده در جریان یک سال گذشته به 273 عمده فروشی دوا، 51 شرکت و 94 کارخانه جواز توزیع کرده و علاوه از آن به 1309 فارماسیست زمینه کار را فراهم کرده است. یول سوشپک پندوس ریفورمو دی سبت پدرشل کې لزرو نه سوشپک بیا قلم درمل هیواد ته باید راوړل سي، یعنی دغه یول سوشپک پندوس قلم پر ریفورمي سي دی لزرو نه سوشپک بیا قلم درمل لري. همدارنګه دیر لسو اته دیر قلم صحیح محصولات لري دغه پر ریفورمي دیر لسو اته دیر قلم صحیح محصولات سړي دی ارزښت تقریبا تر شپک 150 میلیون ډالر پورې رسیږي.
$650 million. $650 million په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د 1906 قلمه درمل دي، خو تر دې دمه پورې دي. از سوی دیگر مسئولین کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی میگویند در سال گذشته برای 2000 تن در 29 ولایت کشور به تعداد 29 جمنازیوم را ایجاد کرده و روی طرحهای جمنازیوم و لیلیه دخترانه کار جریان دارد. په نویش ولایتونو کې 2000 کسیس جمنازمونه چې جوړ شوی وو، هغه یا د شاروالۍ یا هم د نورو ارګانونو په اختیار کې وو. د المپیک ملي کمیټه ورزش عمومي ریاست په الوزلو باندې د ریاست الوزرا په هدایت باندې دا جمنازمونه د ورزش ادارې ته په واک کې ورکول شوي دي او یا جریان لري. په تیرو کلونو کې 90 داسې جمنازمونه وو چې تقریبا د هر جمنازم تخمینی قیمت $1,000,000 کېږي. نظر محمد سال گذشته را مملو از دستاورد خوانده و افزود که در این مدت 950 مسابقه را در رشته های مختلف انجام دادند. په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 950 رسمی، مناسباتی او تشویقی بلابیل ورزشی برنامه ترسره شوی دی چې انشاءالله عزیز اکثر د رسنیو له خوا نشر شوی هم دی. دوم، په نیمروز ولایت کې د مویتای سیالیو ترسره کول چې د ایران، پاکستان او افغانستان ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې دا مغاولې درې میاشتې چې د اسلامي امارت راتګ و موږ وتوانېدلو چې د ګاونډیو هیوادونو ورزشکاران هم نیمروز ولایت ته راولو. اداره ملی غذا و ادویه در حال گزارش یک ساله خود را با ملت شریک می سازد که اداره یاد شده در سال گذشته از فیزهای لابراتوارهای عمومی خود 33 میلیون واحد را به دست آورده است. از 103 سال روز استرداد استقلال افغانستان با یک سالگی امارت در هرات در حال بزرگ داشت به معلومت که در محفل آن از سرود ملی و بیرق چیز به چشم نمی خورد. این روز با واکنش تند برخ از باشندگان هرات نیز روبرو شد. هراتیان می گویند که سرود ملی و بیرق هویت کشور است و از امارت اسلامی می خواهند که این هویت باید حفظ و برای آن احترام صورت گیرد. از یک سالگی امارت اسلامی و روز استقلال در ولایت هرات با مراسم ورزشی تجلیل به عمل آمد. برگزار کنندگان این مراسم میگویند که این مراسم را به مناسبت یک سالگی حاکمیت امارت اسلامی برگزار نمودند و تدابیر شدید امنیتی نیز برای آن گرفته شده بود. در این مراسم صدها ورزشکار از 54 فدراسیون مختلف و ورزشی حضور داشتند و نمایش‌های مختلف خود را انجام دادند. روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان است که در هرات برگزار شده و در این رشته ورزشی 54 فدراسیون و بیش از 5000 ورزشکار از فدراسیون‌های مختلف شرکت کرده که امروز ما شاهد نمایشات بسیار زیبای این ورزشکاران خواهیم بود. مسئولین ریاست شاروالی هرات که برگزاری این مراسم را به عهده داشتند میگویند که تلاش می‌ورزند تا از مراسم خاص کشور به گونه عمومی بزرگداشت نماید و از مردم می‌خواهند که در این گونه مراسم اشتراک نمایند. مصارف و موارد تکنیکی این همایش به دوش شاروالی بوده و همه محافلی که چنین محافل می باشد، مصارف و موارد تکنیکیش به دوش شاروالی می باشد و همچنان از طرف کمیته ملی المپیک برگزار گردیده و ریاست اطلاعات و فرهنگ هم همکار بوده. باشندگان هرات خرسند هستند و می افزایند که مراسم استرداد استقبال با حضور مردم زیاد برگزار گردید. تیر کلونه داسې نه و لکه نن سږ کال یې دومره خوندور و او ډېر د خلکو دپاره ډېر ښه ازمایش وشو. امسال خیلی شلوغ بود و مردم جمع جوشش مثل سالو از سالو دیگه بهتر بود. امسال هم مردم از امارت اسلامی راضی هستن. اما از سوی دیگر این مراسم با واکنش های باشندگان دیگر هرات روبرو شد. آنان می گویند که سرود ملی و بیرق هویت کشور است و باید به آن احترام شود. واقعا ما که کمبود بیرق ملی واقعا به دل ما خیلی درد دارد. اگه ما خاطر ما به زود دولت ما از امی دولت کلان شدیم به حساب زایده امی دولت از امی زیر امی بیرق ما کلان شده بودیم. بازم دیگه حالا که دولت آماده فعلا از این دولت هم خوشحال هستیم تا بیرق ملی ما که تغییر نمیکرد خوشحالتر میشده. بیرق بده ازان چه بیرق خواه اغا بیرق ده ده افغانستان اغا کلمه پر نوشته ده نو ده افغانستان اسلامی امارت به دیه برابر که تصمیم نیست چه ده بچنگ است ده بیرق نوال.
103 سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال تکمیل می‌گردد که برای نخستین بار در مراسم تجلیل آن مانند قبل سرود ملی و بیرق دیده نمی‌شد و در بسیاری از ولایت‌ها با واکنش‌های مردم روبرو گردید. در نتیجه جنگ‌های گذشته ساختمان‌های 28 مرکز صحی در فاریاب تخریب گردیده است. به تازگی کار بازسازی شماره از مراکز صحی از سوی مؤسسه MMRCA آغاز شده است. یک مرکز صحی و ولسوالی که در ولسوالی المار ولایت فاریاب قرار دارد که به دلیل جنگ‌های گذشته با ویرانه مبدل شده بود، کار بازسازی آن تکمیل گردید. اینجا مرکز صحی در ولسوالی المار ولایت فاریاب است که در جریان جنگ‌های گذشته تخریب گردیده و با آن بسیاری از مردم از خدمات صحی محروم ماندند. اما در این اواخر کار بازسازی آن از سوی مؤسسه MMRCA تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد. ما به همکاری یا با سپورت یا به حمایت مالی دفتر محترم یونیسف ما تمام مراکز صحی را که پلان کرده بودیم، از او جمله 28 مرکز صحی را ما ترمیم کردیم که 22 تا مرکز صحی ما در کاری از بسیار وقت به اتمام رسیده بود و دیگاش هم انشاءالله که کاراش ختم شده و ای با سازی ها را دفتر محترم امورسی در مسئولیت در سطح ولایت فاریاب داره که با سازی ها را انجام داده. آمر مرکز صحی ولسوالی المار برای بازسازی مرکز صحی این ولسوالی ابراز خرسندی نموده و می گوید که در گذشته این مرکز صحی تبدیل به سنگر جنگ و ویرانه شده بود که اکنون به بار دوم از سوی مؤسسه MMRCA به طور اساسی اعمار گردید. بدبختانه مرکز صحی ولسوالی المار دو بار بمبارد شد و دو بار هم سنگر جنگ بود. مرکز ولسوالی المار که در یک مواطع قرار گرفته دارای سه تعمیر است. یک تعمیر پخته اساسی داره، دو تعمیر نیمه پخته داره. تعمیر نیمه پخته از مکمل تخریب شده بود و تعمیر پخته از 50% تخریب شده بود. برخی از پایوازان هم از اعمار دوباره این مرکز صحی خرسند هستند و میگویند که با بازسازی این مرکز صحی مشکلات و چالش های آنان حل خواهد شد. از کلینیک خیلی خوشحالیم، ما از دکتر صاحب خیلی خوشحالیم. اینجا رایگان است، اینجا خدمت میکنند، در اینجا به مردم سعی میکنند، به مریضا میرسونند. همه وقت اینجا مریضی که عاجل بیاین اینجا تداوی میشن. تمام بسته مریضا در خدمت دکترای مستاد است. خوش هستیم از دعوایشان. چیزی که هستن چیزی که رای میکنند در خار غریب میتن دکترها. ما کلاب چی نداریم، کلاب مشکل نداریم. در این حال مسئولین صحت عامه فاریاب از فعالیت مؤسسه MMRCA قدردانی نموده و می افزایند که این اداره در ظرف 5 ماه در ولایت فاریاب بسیاری از مراکز صحی را به طور اساسی بازسازی نموده و هنوز هم دسترسی نداشتن به آب پاک آشامیدنی و نبود برق در مراکز صحی از جمله چالش هایی است که مردم با آن روبرو هستند. کلینیک های ما که هستن و خانه شخصی و اولیه مردم بودو باش میکنه و عرضه خدمت سیر برای مردم عرضه میکنن، چون طبعا برای شما معلوم هستن که در خانه شخصی که اوجه کاشه نباشه و اوجه همون مریضی که میه به کدام رویه میه که طبعا در خانه مردم و همون پرسنلی که اوجه زندگی میکنن به چه قسم زندگی میکنن. یک تعداد کلینیک های ما آب پیلنم آب ندارن، سیستم برق ندارن و این مشکلات خود را دارن. مشکل قابل ذکر است که 68 مرکز صحی در مرکز و برخی از ولسوالی های فاریاب فعالیت دارند که از این جمله 34 مرکز ساختمان دارد و متبقی دیگر این مراکز در تعمیرهای کرایی به مردم عرضه خدمات می کنند. یک مرکز معیاری سازی صادرات میوه و رشد زراعت در کندهار افتتاح گردید. مقامات میگویند که با کمک این مرکز میتوانند سطح آفیات را در سکتور زراعت کاهش و سطح صادرات آن را افزایش دهد. این مرکز در پارک صنعتی شوراندام ولایت کندهار از سوی سرپرست وزارت زراعت و مالداری و سرمایه گذاران افتتاح گردید. یک مرکز در پارک صنعتی شوراندام به منظور جلوگیری از امراض فومیگیشن و قرنطین افتتاح گردید. هزینه این مرکز $1,000,000 گفته شده است. مسئولین میگویند که این مرکز در بخش صادرات معیاری میوه به بیرون از کشور سهولت را به میان خواهد آورد. ډیر مثبت اغیز لري د صادراتو د ودې او پراختیا او انکشاف لپاره. دا یو ډیر لوی قدم دی په افغانستان کې.
او بلدا چې دغه پروژه باندې زموږ تقریبا شاوخوا یو میلیون ډالر ارزښت باندې مصارف تر اوسه پرمخ کړی دي. او د صادرات لپاره د اوس هندوستان هیواد، چین هیواد، پاکستان هیواد، مثلا پاکستان کار پنبه بدون پروفونګیشن نه پروژه ټول افغانستان ته چدي موقت وختونه ورکړي. سرپرست وزارت زراعت میگوید که با ایجاد این مرکز آنان می توانند سطح امراض را کاهش و حاصلات را افزایش دهد و نیز در بخش تجارت سهولت هم به میان خواهد آمد که با این امر اعتبار ملی و جهانی را کسب خواهد کرد. عبدالرحمن رشید وزیر زراعت میگوید از این و بعد حاصلات دهقانان افغان و باغداران ضایع نمی گردد. مشکلی که بین‌المللی بود با افغانستان هم به دهقان مشکل بود. چرا ای امراض رو که ضایع میکرد تقریبا 25% و 30% محصولات زراعتی ما ضایع میشد و امروز انشاءالله از این ضایع ملت ما و دهقان ما نجات پیدا کرد و میتونه انشاءالله حاصلات زراعتی خود به کشورهای خارج به معیار بین المللی صادر کنه. برخی از سرمایه‌گذاران و تجاران می‌گویند این مرکز در جلوگیری از ضایعات حاصلات زراعتی و میوه‌ها و در افزایش خواسته‌های محصولات افغانی در مارکت‌های جهانی مؤثر خواهد بود. میوه به جهت اکسپورتیشن کو او دنیا ته صادر کو ان شاء الله زمر په مخ کې بر کم ممانعت نه دا د اکسپورتیشن پروګرام زمر د بزګرو لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ده. دو هغه میوه به په صحیح صورت سره خارج ته ځي. دغه څوک به نه وي چې زموږ میوه ته بیا څوک ګوته ونیسي او یا دا د نه خوړلو لیاقت نه لري. د دغه کار په ترسره کولو سره به زموږ هغه میوجات او سبزیجات چې د فومیګیشن د عدم موجودیت د وجې څخه به دلې په هیواد کې دننه پاته وه او هغه به د هوایدو د راوړلو څخه مانه کېدل. نن الحمدلله دغه پروسس په شروع سره به موږ بالخصوص د زراعت سکتور یو بدایه او پر خپلو پښو ولاړ سکتور ولرو. مقامات وزارت زراعت و مالداری میگویند که به دلیل نبود فومیگیشن همه ساله 30% محصولات زراعتی از بین می رود که با ایجاد همچون مراکز سطح خسارات محصولات زراعتی کاهش خواهد یافت. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس از شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.